تونس اولین کشور عربی بود که در آن انقلاب‌های عربی رخ داد. پس از روی کار آمدن حکومت جدید برای مدت زمان نسبتاً کوتاهی، ثبات به این کشور بازگشت. اما پس از آن، کشمکش‌های سیاسی بین احزاب و جریان‌های مختلف در این کشور باعث شد که مردم تونس همواره در درگیری‌های بین جناحی قربانی شوند و زندگیشان با بحران مواجه باشد. یک طرف دعوا در تونس همواره جریان اخوان المسلمین بوده که سرشناسترین چهره آن را راشد الغنوشی می دانند. وی اخیراً به اتهام پولشویی مورد بازجویی قرار گرفت. قیس سعید رئیس جمهور تونس یک سال بعد از به تعلیق درآوردن قانون اساسی مردم را به همه پرسی برای قانون اساسی جدید دعوت کرد، که در این قانون اساسی جدید اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور داده شده و همین مسئله موجب بروز اعتراض‌های پیش و پس از همه پرسی شد. طی سال‌های گذشته و در کشورهای مختلف مانند مصر، سوریه، فلسطین، سودان و تونس، سلفی‌های اخوان المسلمین جهت رسیدن به آرمان‌های خود به مبارزه مشغول بوده و رهبران آنها در برخی از این کشورها به جرم فعالیت‌های تروریستی محکوم شدند. تونس نیز اولین دروازه و مهمترین دستاورد اخوان المسلمین در دهه گذشته بود و امروز به عنوان آخرین دژ آن در حال فروپاشی است. در همه پرسی قانون اساسی جدید تونس، حدود 28% واجدین شرایط شرکت کردند. اکنون حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری، مشاور سازمان‌های حقوقی شیعه و عضو مؤسسه آیت الله العظمی شیرازی از واشنگتن مهمان ما هستند. حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم، ان شاء الله موفق باشید. خیلی ممنون. سرنوشت النهضه و اخوان المسلمین تونس در پی بحران اخیر چه خواهد شد؟ بفرمایید. ببینید، یک قاعده عام هست، احکام خداوند یک احکامی است که در همه جای دنیا و در همه شرایط قابل اجراست. حالا اگر کسانی احکام خدا را نفهمند، یکی از سه چیز برای اونها ممکنه اتفاق بیفته: یا اینکه خداوند اونها را طرد بکنه، در دنیا یک سیستمی بهشون داده بشه، یک آزادیایی بهشون داده بشه ولی آخرت نداشته باشن، یا اینکه جامعه اونها را طرد بکنه چون احکام خدا را نفهمیدن و میخوان به زور حکم خدا را در جامعه اجرا کنند، یا هر دوی اینها، یعنی نه دنیا هست و نه آخرت. اخوان المسلمین الان درگیر همین مسئله، چون اینها احکام خدا را نفهمیدن و میخوان به زور جامعه را به سمت احکامی که خودشون خیال میکنن احکام الهیه بکشونن. ببینید، خداوند خودش احکام را جوری قرار داده، خود خداوند از اول قرآن نگاه بکنید تا آخر قرآن، مردم را به زور دعوت نکرده هیچ کجا، بلکه همش با رحمت و مغفرت و محبت و عطا و بزرگواری جوری عمل کرده و تأمین کرده، یعنی هم اطعمهم من جوع از نظر غذا و سیستم زندگی تأمینشون کرده، و هم آمنهم من خوف، یعنی ترس و دلهوره و امثال اینها را از مردم دور کرده، با این حال بهشون آزادی داده و فرموده که لا اکراه فی الدین. بله، وضعیت شیعیان را در این بین چگونه میبینید؟ شیعیان به نظر میاد یک فرصت خوبی به دستشون میاد، اگر این که زحمت بکشن و خودشون را در رده فهمیده ها قرار بدن، یعنی در واقع یا تاریخ پیغمبر اکرم، تاریخ امیر المؤمنین را بررسی بکنن، اسلام را در ذهن خودشون بازنگری بکنن، از این حالتی که در بعضی کشورها شده که در واقع اخوان المسلمین در این 50 ساله اخیر بنیانگذار اسلام سیاسی شدن. ما اگر اونها رو اسلام سیاسی بدونیم و دنبال اونها بریم، یقینا مشکلات پیدا میکنیم. اما اگر دنبال قرآن باشیم و پیغمبر اکرم و حضرت امیر باشیم، یقینا رستگار میشیم.
ما در روایات داریم که حضرت صادق، حضرت رضا در روایت دیگری مشابه می‌فرماد لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. از اون طرف پیغمبر اکرم، امام صادق، ائمه بزرگوار همه دعوت کردند که شیعه باید به مرتبه بالایی برسه از جهت فهم و ادراک. قرآن کریم داره بسم الله الرحمن الرحیم و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی شیعه قابلیت این رو داره که در رده بالا قرار بگیره، اما به شرط اینکه بره واقعا مسائل سیاسی رو خوب درک بکنه، مسائل مورد ابتلا رو خوب درک بکنه، از این فرصت موجود خوب استفاده بکنه. پس بنابراین اگر این سیستم جدید آزادی بیاره و شیعیان در رده خوبی خودشون رو قرار بدن، یقینا هم در دنیا نتایج خوبی گیرشون میاد و هم رستگار میشن. اما اگر خدایی نکرده این سیستم باز یک سیستم دروغی باشه و آزادی واقعی نداشته باشه، دیکتاتوری رو به یک شکل دیگری بخواد اعمال بکنه، یا شیعیان خودشون رو نکشن بالا و به دنیا ثابت بکنن، به خود مردم تونه ثابت بکنن که ما قدرت این رو داریم که اجرا بکنیم حکومت محبت را، حکومت رحمت الهی رو، قدرت اینو داریم که خدمتگزار مردم باشیم و اون چرا که خدا و پیغمبر اکرم و حضرت امیر خواستند و این دو تا بزرگوار عمل کردن، اگر شیعه برسونه به اون مرحله خودش را یقینا رستگاره و اگر نرسونه نه. بله، با تشکر از حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری که از واشنگتن با ما همراه بودند.